سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه، دلاتون شاد، سلامت و در پناه خدا باشید. امروز یه موضوعی که خیلی بحثش داغه و بچه ها از ما خیلی سوال کردن که آقا بالاخره فرمیک بدیم، اگزالیک بدیم، اینا بدن، خوبن، ضررشون چیه، فایدهشون چیه، چرا اصلا باید اینا رو بدیم؟ بچه ما مخواستیم بگیم که اولا کنکشی به خاطر داشتن داروهای خیلی زیادی که داره کاملا سلیقه‌ای شده. یعنی یکی مثلا به ما میگه که نوار من گذاشتم عالی بوده، در صورتی که ما نوار گذاشتیم یک سال تمام زنبورای ما عقب افتادن. یعنی نگاه کنین به حال زنبور توی اون سال، به نوع کار زنبور، به آب و هوا، به همه چی اینا بستگی داره. اما طبق تجربه ما بهترین کنکشی توی فصل مورد نیازش فرمیک و اگزالیک بوده. حالا ما میخوایم مثلا صحبت کنیم فرمیک و اگزالیک چی هست. اگزالیک کاملا یک داروی کنکشی ارگانیک محسوب میشه به خاطر ساختارش، نه اینکه بیان از مواد طبیعی استخراجش کنن چون خیلی کمه، ولی میان از فرمولش توی آزمایشگاه استفاده میکنن واسه ساختش. اسید اگزالیک توی اسفناج وجود داره، توی توت فرنگی وجود داره، توی ریواز، توی شکلات، ولی خب بخوان اگه از اینا استخراجش کنن خیلی باید توی طبیعت رو دستکاری کنن، به خاطر میان توی آزمایشگاه ازش استفاده میکنن. حالا اسید اگزالیک استفادهش چرا بعد اصلا استفاده کنیم؟ چرا که انقدر توصیه میشه؟ ارزونه، به راحتی پیدا میشه و اینکه محدودیت دمایی نداره، میزان تأثیرش روی ملکه خیلی کمه، ولی یه ایراداتی داره. چرا؟ بذار همش که داریم فایدهش رو میگیم، بذار یه ذره ایراداتش رو بگیم. اسید اگزالیک خطرناکه، گازش بسیار بسیار خطرناکه واسه ریه، واسه چشم. و اینکه شما وقتی دارین استفاده میکنین باید خیلی موارد ایمنی رو رعایت کنین، ولی نسبت به فرمیک باز پایین‌تره درصد خطرش. اسید اگزالیک شما به 4 روش میشه مصرفش کرد، به روش آب، به روش اسپره، قطره‌ای، تبخیر و تسعید. اما به زمانی که شما به غیر از تسعید میخواین استفاده کنین داره محدودیت دماییه، چون باید اونای دیگه تبخیر بشه. تبخیر یعنی دمای بالا. و زمانی که شما به صورت اسپره یا تبخیر یا به صورت قطره‌ای استفادهش میکنین، این باعث میشه که یه تعداد زنبور نخورنش. خب زنبوری که حالش بده و کنه زیادی داره اصولا تغذیه نمیکنه. پس زمانی که شما به صورت اسپری یا قطره استفاده کنین اون زنبوری که نخورتش سالم نمیشه، همیشه مریض میمونه. پس در این حال شما اسپری و تغذیه و این قطره رو باید بذارینش کنار. تبخیر باید دمای بالای 15 درجه باشه و در صورتی که شما وقتی میخواین تبخیرش کنین اون وقت داخل حجره رو از بین نمیبره. این یکی از ایرادات اصلی داروی اگزالیک اینه که کنه های داخل حجره رو زیر 30% از بین میبره. یعنی شما داروی کنه کشی انجام میدین، 98% اگزالیک کنه رو میکشه، ولی 98% اگزالیک کنه روی بدن زنبور بالغ رو میکشه. خوبه، ولی اینجوری. یعنی زمانی که شما دارین از اگزالیک استفاده میکنین نمیتونین زمانی که بچه یا نوزاد داره استفاده شونه، چون که اصلا فایده ای نداره. حجره در میاد، کنه اصولا توی حجره روی زنبور میره و اینکه شما هیچ تأثیری نداره، فقط کنه روی بدن زنبور بالغ رو کشید. و همچنین گازش روی زنبورای تازه متولد شده تأثیر میذاره، باعث ضعیف شدنشون میشه و زنبوری که تازه به دنیا آمده و میخواد بره واسه پرواز ایراد پیدا میکنه. پس زمان استفاده از اگزالیک میشه اواخر و اوایل فصول زنبور داره، یعنی مثل آبان ماه یا دی ماه، یا مثلا میاد این ور میشه قبل از بهار. این ایرادشه. ولی خب خوبیش چیه؟ شما میتونید از دمای 2 درجه تا 15 درجه ازش استفاده کنید، جایی که فرمیک هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. این از این فرمیک. میریم سراغ فرمیک. اسید فرمیک یک اسید، اون هم به صورت طبیعی هستش، اون هم فرمولش طبیعی ارگانیک توی گزنه هست و اصولا بهش میگن اسید مورچه، درسته؟ اسید مورچه میگن. اولین باری که پیدا هم شد از تسعید مورچه های مرده تونستن پیداش کنن، همچین عطریو میداده. و خب اگه بخوای از مورچه تهیهش کنی یا از
سایر حشرات بخوای تهیهش کنی، خب یه حجم بالایی میبره. به خاطر همین اونم تو آزمایشگاه تولید میشه و فکر کنم از مونوکسید کربن تولیدش میکنن. حالا فرمیک چه خوبیه؟ ده فرمیک هم ارزونه، ارگانیکه، ایرادش محدودیت دمایی داره، ولی خب شما میتونین اینو توی فصول گرم سال استفاده کنین. از البته بهتون میگم فرمیکو میتونین از 2 درجه تا 30 درجه استفاده کنین، ولی خب بعد درصداش متفاوته. ما فرمیک توی بازار از 100% داریم، 85% داریم، 65%، حتی توی موارد خیلی کم 45%ش هم به صورت بسته‌بندی هستش، ولی ما بقیه درصدا باید با آب محلول بشه و خیلی راحت هم البته با آب محلول میشه. ولی خب اصولا بالای 65% ما 5% ملکه کشی دیده شده توی استفاده از فرمیک. پس یعنی که شما زمانی که بخواین توی دمای پایین از فرمیک استفاده کنین، مجبورین بیاین از فرمیک های 85% و 100% استفاده کنین. و فرمیک های 85% و 100% خیلی گاز خطرناکی داره و این سمی بودنش باعث از بین رفتن ملکه که زنبورای تازه متولد شده و حتی توی زنبورای زیر 5 قاب باعث مرگ و میر میشه. وقتی که شما از 100% 85% استفاده میکنید، بهترین استفاده 65% و 45%. 65% 15 تا 25 درجه دما، یعنی بهترین دمای بهار 15 درجه تا 25 درجه میتونید فرمیک استفاده کنین. آره، و بالای 25 درجه میتونین از 65% استفاده کنین، ولی خب خیلی سریع بخار میشه. میدونین منظورم چیه؟ خیلی سریعتر از موعد. یعنی شما 25 سی سی رو میخواین یک هفته نگه دارین یا 5 روز نگه دارین، تو 2 روز با تبخیر میشه. میایین از 45% استفاده میکنین توی بالای 25-30 درجه و این باعث میشه که تبخیر یه ذره آرومتر و میزان گازی که روی زنبور میخواد تاثیر بذاره کمتر باشه. دوستان هر دو تا، یعنی هم اگزالیک هم فرمیک، هم ایراد دارن هم مفیدن. باید بیان اینا رو طبقه بندی کنین، ببینین تو چه فصلی، تو چه حالتی، تو چه آب و هوایی میخواین ازش استفاده کنین. فرمیک عالیه 15 تا 25 درجه، یعنی بعد از این قبل از این شما بلا استثناء از ضررش بیشتر از فایدهشه. ولی خب فرمیک 85% کنکشی از کل کنه ها رو داره، یعنی داخل حجره ها رو میکشه. این اصلی ترین فایده فرمیکه، توی حجره رو میکشه، روی زنبور رو میکشه، ملکه کشیش خیلی کمه، ولی خب طرز استفادهش یک ذره باید حواستون بیشتر باشه. چرا؟ چون خورندگی فوق العاده بالایی داره، اسیده، یعنی در تماس مستقیم با پوست دست، صورت، چشم و حتی گازش باعث ایجاد اختلالات و بعضی اوقات خسارات جبران ناپذیر به شما میشه. پس لطفاً لطفاً این ویدیو رو 2 بار 3 بار نگاه کنین، خودتون بیاین درصدا رو نگاه کنین. اگزالیک 98% میکشه ولی فقط زنبور. فرمیک 85% میکشه ولی کل کنارو رو. و شما توی فصول سال میتونین فرمیک استفاده کنین، تابستون، بهار. اگزالیک بهترین زمانش فقط میتونین، به خاطر اینکه محدودیت دمایی نداره، میتونین فقط توی زمستون، توی پاییز یا توی فصول سرد سال فقط استفاده شده. لطفاً بیشتر دقت کنین، حتماً و حتماً برای کنکشی بریم ببینین تجربه چی ثابت کرده. شاید آمپول باشه، شاید نوار باشه، هزار تا چیز میگن این خوبه، اون خوبه، این خوبه. به اینا دقت نکنین، ببینین تجربه‌ای که فرد ازش استفاده کرده چیه. امیدوارم همیشه شاد باشین، همیشه سلامت باشین، همیشه خوشحال، ثروتمند، سعادتمند، لذت ببرید دیگه. خیلی دوستتون داریم، خدا نگهدار.